آقای مهندس بفهمید با چه محصولی به پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت اومدید و چه اهدافی رو دنبال می‌کنید؟ خواهش می‌کنم. عرض به خدمت شما، محصولی که ما اینجا ارائه می‌دیم محصولی هست به نام تجارت پی. اپلیکیشنی هست که تهیه شده برای اینکه جایگزین فیزیک پوز بشه و عملاً دقیقاً نیازی به فیزیک پوز ما توی این محصول نخواهیم داشت. اپلیکیشن به این شکل هست که از درگاه بانک این اپلیکیشن توسط کسی که میخواد به عنوان مرچنت یا همون فروشگاه استفاده کنند این اپلیکیشن باشه دانلود میشه، اطلاعات خودش رو اونجا وارد میکنه، توی مرکز ما مشخصاتش رو چک میکنیم، اکسپتش میکنیم، چون اطلاعات حالا خارج از دقیقا اطلاعات تکستی و شماره حساب، اطلاعات عکس فروشگاه، تصاویری از محصولاتش هم میتونه بذاره، ما اونجا اکسپتش میکنیم و بعد این میشه این فروشگاه عضو دقیقا مرکزی که پذیرنده تجارت پی هست. افراد، کسانی که دقیقا دارندگان کارت هستند، باز اونها هم همین اپلیکیشن رو به همین شکل عرض کردم دانلود میکنن از درگاه بانک و عملاً دیگه بعد از این ما هیچ نیازی به فیزیک کارت و فیزیک پوز توی این بخش نخواهیم داشت. بله کاملا بله، نه کارت فیزیکی نیاز هست که وجود داشته باشه نه پوز فیزیکی. من مدلی که الان دارم میبینم شما یه در واقع کافه رو یا یه رستوران در واقع پیاده سازی کردیم، شبیه سازی کردیم به عنوان یه مدل. میخوام بدونم که این خدمت یا اون سرویس جدیدی که دارید در واقع ارائه میدید قابل پیاده سازی بر روی فقط فضاهای این چنینی است یا در واقع فروشگاه‌های در واقع فروش کالای خاص هم میتونن از این سرویس استفاده کنن؟ و نکته مهمتر این که آیا بر روی نرم افزار حسابداری خاصی نیاز هست برای پیاده سازی این سرویس یا اینکه عمومیت داره و روی هر نرم افزاری میشه استفاده کرد؟ بله، اینجا همونطور که فرمودید اینجا یک شبیه سازی شده از یک رستوران یا کافی شاپی که مد نظرمون بود. اینجا ما هیچ محدودیتی نداریم، دقیقا عین یک پوز فیزیکی هست، همونطور که ما توی بحث پوز فیزیکی به هیچ عنوان محدودیت توی نوع فروشگاه، توی نوع بیزنسی که اون فروشگاه داره نداریم. اینجا هم دقیقا به همین شکل هست، ارائه کننده کالا، خدمات، سرویس های مختلف، حتی شرکت ها، دقیقا تمام مشتریانی که ما توی بحث پوز فیزیکی میتونیم داشته باشیم اینها اینجا هم دقیقا به همون شکل هست، هیچ محدودیتی اونجا وجود نداره. بخش دقیقا نرم افزار حسابداری که شما فرمودید، ما البته بحث اصلا توی اون قسمت سیستم حسابداری صندوق اون شخص به هیچ عنوان وارد نمیشیم. اینجا ما مدل هایی رو گذاشتیم که توی این مدل ها ما معرفی میکنیم که تمامی شرکت هایی که ارائه دهنده خدمات نرم افزار های فروشگاهی و حسابداری و غیره هستند میتونن در حقیقت با ما با تعامل برسند که اونها این قسمت QR کدی که اینجا شما میبینید توی این تصویر و همون QR کد در حقیقت اینجا روی فیش رسید خریدار در حقیقت چاپ شده، با افزودن اینها میتونن این فروشگاه ها رو کاملا داخل این چرخه بیارند و اینها همشون استفاده کننده باشند. خود ما اپلیکیشنی که در حقیقت تو بخش به نام تجارت یار معرفی میشه و اپلیکیشنی هست که مال دارنده فروشگاه هست، اون هم همین امکانات رو از بابت قسمت پرداختش داره ارائه میکنه الان، ولی ما نمونه هایی رو هم گذاشتیم که حتی اگر فروشگاه تبلت خاصی نداشته باشه روی همون پوز فروشگاهیش هم میتونه که در حقیقت این سرویس رو اضافه بکنه و استفاده کننده این سرویس باشه. پس از این به بعد هر در واقع شهروندی به یک فروشگاهی رفت که یه همچین سامانه بر توی اون فروشگاه رو اندازی شده بود، اگر احیانا کارتش رو در واقع جا گذاشته باشه و یک بار کارتش رو ثبت کرده باشه رو اون اپلیکیشن، به راحتی میتونه پرداختش رو انجام بده. دقیقاً فرمایش شما درست است. البته ما یک فسیلیتی داریم روی اپلیکیشنی که سمت دارنده کارت هست، با زدن دقیقاً نقشه‌ای که ما اونجا داریم دقیقاً در اطراف خودش میتونه ببینه که چه فروشگاه‌هایی دارای این سرویس هستن و این سرویس رو بهش ارائه میدن و حتی میتونه منوی اونها رو ببینه، نام فروشگاه رو ببینه، نام صاحب و حالا متصدی فروشگاه رو ببینه. قبل از اینکه مراجعه بکنه به اون فروشگاه اطلاعات خیلی جزئی رو میتونه در مورد اون فروشگاه داشته باشه. ضمن این
اینکه ما بحث‌های لویالتی رو هم داخل این اپلیکیشن اومدیم دیدیم. فروشگاه‌های اگر بخوان آفر خاصی رو به مشتریانشون بدن، میتونن در فاصله‌ای که ما تعریف می‌کنیم، البته این مثلا 5 کیلومتر میتونه باشه، در 4-10 کیلومتری از اون فروشگاه میتونه باشه، کسی که به اون محوطه وارد میشه اتوماتیکلی این سیستم این آفر رو بهش میده و سعی می‌کنه که اون مشتری رو به سمت خودش جذب کنه. اینها توی زیرساخت دیده شده، در تمام فروشگاه‌ها میتونن از این خدمات استفاده بکنن. تا به حال تا به امروز توی فروشگاه پیاده سازی شده این سامان یا خیر؟ این اپلیکیشن، این سیستم در حقیقت توی این نمایشگاه رو نمایی شد، ازش حدود 5 ماه 4 ماه این مراحل تستش رو گذرونده، حدود 200 فروشگاه به صورت پایلوت استفاده کردن، ولی از این نمایشگاه در حقیقت این محصول به صورت عمومی شناسایی شد. توسط بانک هم تبلیغات مربوطش انشاءالله توی همین شاید هفته‌های اخیر شروع بشه، هم روی سایت بانک دوستان میتونن ببینن و هم تبلیغاتی که بانک مد نظرش هست رو میتونن ببینن و به صورت عمومی برای همه قابل استفاده خواهد بود. و اینکه با بانک خاصی شما در واقع این کارو دارید انجام میدید یا اینکه فرق نمیکنه با هر کارت بانکی در واقع این اتفاق میفته؟ واقعیت اینکه خب این زیرساخت برای هر بانکی میتونه قابل استفاده باشه. تجارت پی که اسم دقیقت این پروژمون هست، با محصولی هست مشترک با بانک تجارت و این محصول به نام تجارت مختص تجارت پی با بانک تجارت خواهد بود. امکانش هست با بانک های دیگه هم این اتفاق بیفته؟ امکانش وجود داره. خیلی ممنون، متشکرم.